به به چه کرده ای مهربانو، داشته باش. بسم الله. یه گازم با سس خونگی مهربانو. عمرم بتونی یه همچین سوخاری خوشمزه ای رو جایی پیدا کنی. اگه هوس کردی همه الان خودت پاشو دست به کار شو، هیچ کاری هم نداره. خدایش عالی عالی، جای تک تکتون واقعا خالی. بله، داستان این سوخاری خوشمزه ما از این قلب خوشگل شروع میشه. دو تا سینه بیخس شده داریم که قراره با ادویه ها و چاشنیه که داریم مرینیتش کنیم تا بشه یه سوخاری خوشمزه، اما نه اون چیزی که تا الان درست کردیم. نمیخوایم بهش پودر سوخاری بزنیم، میخوایم به روش رستورانی یه سوخاری پولکی درست کنیم، اونم با آرد و آب که در دسترس همه هستش. اگر که موافقید بریم سراغ خرد کردن سینه مرغمون. برای درست کردن این سوخاری سینه مرغ داریم، اونم نه مرغ بزرگ، مرغی که وزنش حدودا 1700-800 باشه، چون میخوایم بافت گوشتش نرم و لطیف باشه. من این سینه مرغ رو بدون استخونش کردم، فیلش هم هنوز جدا نکردم. خب اینجا فیله مرغ رو جدا میکنم. یه پوست نازکی داره، اینم میگیرم. اینجا هم یه چی میگن، رگ سفیدی داره که من سرشو چیدم، ولی حالا ادامهشو گذاشتم که به شما نشون بدم چجوری میگیرید. چاقو رو میذارید پشتش و اینجوری جداش میکنید. این میشه یه دونه از اون تیکه هایی که میخوایم سوخاریش بکنیم. حالا با این سینه چیکار کنیم؟ من میخوام مطابق این برش فیله، یعنی همین حالتی که هست، سینه مرغ رو برش بدم. این شکل نگاه کنید. حتما پیش خودتون میگید که این قطرش زیاده، خب ممکنه که نپزه. میایم چی کار میکنیم؟ میایم اینا رو میکوبیمش، منتها نه با استیک کوب که له بشه یا سوراخ سوراخ بشه. یه کاردی که سنگین باشه رو برای این کار انتخاب میکنیم و از قسمت پهنای کارد به برش هایی که زدیم ضربه میزنیم. ببینید این یه مقدار پهن‌تر شد بدون اینکه بهش آسیبی زده بشه. باقی رو هم به همین شکل آماده می‌کنیم. ضمناً میتونید این تیکه ها رو بین دو تا کیسه فریزر قرار بدید و بعد با گوشتکوب هم بکوبید، منتها به صورت خیلی نرم. یه دونه هم اینجوری براتون آماده می‌کنم که متوجه منظورم بشید. یه کیسه فریزر رو انتهاش رو پهلوش رو باز کردم. اینم یه تیکه دیگه از برشایی که از سینه مرغمون زدم میذارم روش. یه لبه فریزر رو برمیگردونم و با این قسمت گوشتکوب شروع میکنم به کوبیدنش. چه صدایی هم میده، ببینید. اینجوری هم راحت باز میشه، دقیقا شبیه فیله شد، درسته؟ منتها یه مقدار درشتر. با هر کدوم که راحت ترید همون کار رو انجام بدید، هم با کارت هم با گوشکوب. امکان کوبیدن این سینه های مرغ رو دارید، ولی ابدا از استیک کوب که دونه های چکشی داره استفاده نکنید. اجازه بدید بهتون نشون بدم. منظور همین وسیله است که آجای میخی تور
روی این چکشش داره و باعث میشه که سطح روی مرغ سوراخ سوراخ بشه. ضمناً اینجا رو نگاه کنید، بهتره که خیلی این برشای سینه نازک نباشه، چرا که میخواییم وقتی که به اون آرد و آب آغشتش میکنیم و پولکی میشه خود مرغمون هم یه جونی داشته باشه. من باقی رو هم به همین صورت آماده میکنم. عزیزان یه نکته رو بگم خدمتون، این قسمت انتهایی برشامون که نازکتره رو نکوبید، این کوبیدن فقط مختص به همین بخشه که گوشتی تره و ما اونو پهنش میکنیم. بعد شما دوتا فیلت رو نمیکوبید؟ بافت فیله خیلی نرم و لطیفه دیگه، مگه بخوام ضربم بهش بزنم چیزی ازش نمیمونه. دقیقا درست. اینم تیکه آخر عادی. یعنی این دوتا سینه ما 8 برش اینجوری به همون داد، با دو تا دونه فیله کلن شد 10 تیکه. عزیزان یک تجربه شخصی رو میخوام خدمتون عرض بکنم در رابطه با استفاده از ادویه‌جات برای مرینیت کردن گوشت و مرغ و ماهی. هیچ وقت ادویه رو مستقیم روی گوشت و مرغ و ماهی نریزید. سعی کنید اول یه سس خوشمزه درست بکنید، بچشید، ببینید چجوریه و بعد مرغ و ماهیتون رو باهاش ترکیب بکنید. این کار باعث میشه که اون سس به همه جای اون گوشت بخوره و یه طعم یک دست و یکسان داشته باشید. اینجور نیستش که یه وقت یه تیکه اون گوشت تند باشه، شور باشه یا طعم فرضه بر مثال سیر بده. اینجوری سس یک دسته. حالا من میخوام که یه سس خوشمزه برای این تیکه های برش زده سینه مرغم آماده بکنم که داخل اون مرینیتش کنم. حدود یه قاشق غذاخوری ما سس مایونز داریم. مایونز به خاطر روغن و سرکه داخلش یه بافت خیلی نرم و لطیفی به مرغمون میده. اینم یه قاشق غذاخوری سس خردل. حدود 1.5 قاشق سس کچاپ. این شد ترکیب سس مرینیتمون که قرار ادویه ها رو داخلش بریزیم و با این کار باعث میشیم که ادویه ها اون طعم و مزه و عطر خودشون رو خیلی راحت تر بتونن آزاد کنن. پودر سیر، ادویه گوجه تنوری، فلفل سیاه، ادویه ویژه که ترکیب چند تا ادویه است، پاپریکا که یه مقدار بیشتر می‌ریزم، پودر پیاز، یه مقدار آبیشن و در نهایت نمک صورتی. این مقدار ادویه و چاشنی برای این دوتا تیک سینه مرغ کافی. اگر تعداد سینه‌های مرغتون بیشتره مقدار سس و ادویه ها رو بیشتر کنید. بریم که اینا رو با هم دیگه هم بزنیم. چه سس خوش رنگ و معطری. حالا فکر کنید همه این ادویه ها رو میخواستید مستقیم بریزید روی این مرغای کوبیده شده. خب چی میشد؟ یه جاش بیشتر ادویه میگرفت، یه جاش کمتر. این الان اینجا آماده است. من دستکشم رو دستم میکنم و تیکه های مرغی رو که کوبیدم میریزم داخل سس. قشنگ سعی میکنم بدون اینکه ماساژ بدم تا بافت مرغم له بشه، آروم آروم همه جاشو به این سس آغشته کنم. به این ترتیب ما همه تیکه ها رو مزه دار کردیم و با این چاشنی سس مانندمون کاری کردیم که همزمان با مرینیت شدن این تیکه ها بافتش هم نرم و آبدار بشه و خشک نباشه. من روی این ظرفم سلفون میکشم، یه چند ساعتی میذارم داخل یخچال بمونه تا قشنگ مزه دار بشه تا بعد بریم سراغ مرحله بعد. با این مجموعه که میبینید قرار این مرغای مزه‌دار شده رو که کاملا داخل این سس ادویه دار استراحت کردن و مزه ها به خوردشون رفته پولکی کنیم. خب اینجا نگاه کنید، رکن اساسی پولکی شدن اون مرغ و همین آب یخه که حتما داخل چند تا تیکه یخ بندازید چون قراره که اساسی پولکی بشه. و اما
ما اینجا آرد قنادی داریم که من یک بار علکش کردم که هیچ گوله گوله داخلش نمونه و میخوام با یه سری ادویه آردم رو مزه دار کنم که بوی خامی و بیمزگی نده و اینم ادویه هامه. ادویه هایی که برای مزه دار کردن آردمون در نظر گرفتیم شامل فلفل سیاه، پاپریکا، آویشن، پودر پیاز، پودر سیر و نمک صورتی. از اونجا که داخل مرغ هم یه سری ادویه ریختیم، ما نمیخوایم خیلی آردمون ادویه دار بشه چون طعمش دیگه دلو میزنه. فقط در حدی باشه که بوی خوشی داشته باشه کافیه. من اینا رو میریزم داخل آردم. و به کمک یه همزن همه رو با آرد ترکیب میکنم. مقدار آرد باید بیشتر باشه چون بناس برای پولکی کردنش ما با آب و آرد بازی کنیم. ببینید یه خورده آردم تغییر رنگ داد و بوی خوش ادویه ها رو من تونستم استشمام کنم. اینی که میبینید خوشه انگور نیست، همون تیکه های مرغ مرینت شده است که به کمک آرد مزه دار شده و آب یخ اینجوری پولکیش کردیم. حالا با همدیگه میخواییم بریم مراحلش رو ببینیم. آماده اید؟ بریم. یه تیکه از مرغمون رو برمیداریم، نیازی هم نیست که سس اضافهش رو ازش بگیرید، خب چون همین باعث چسبندگی میشه. میذاریم داخل آردمون و یک بار قشنگ همه جاشو آردمان میکنیم. ببینید تو مشتم آرده، مرغ وسط مشتمه، اینجوری به این حالت میگیریم، یه خورده ماساژش میدیم و بلش میکنیم. یه چند بار این کارو انجام میدیم. این میشه مرحله اول آردمالی کردن مرغمون. هنوز هیچی نشده، یه پولک های ریزی روش ایجاد شد. این تیکه مستقیم میره توی آب یخ، در همین حد میاد بیرون. صبوری میکنیم اون آب اضافهش بچکه، مجددن میره داخل آرد. حجم آردتون زیاد باشه، ظرفتون جوری باشه که دستتون قشنگ داخلش قدرت مانور داشته باشه. تو دست ماساژ میدیم، ولش میکنیم. یه 6-7 بار این کار رو انجام میدیم. بار دوم آب یخ و بار آخر. اینم مرتبه آخر آردمالی کردنمون. عزیزان بیشتر از این دو بار آب یخ نزنید، در مجموع شد 3 بار آرد و 2 بار آب یخ. خب بریم ببینیم چه خبره. قشنگ پولکی شده. بیشتر از این حد بخواین این کار رو انجام بدید، این قسمت روش خیلی زخیم میشه و مزه مرغ رو نمیتونید حس کنید. به همین ترتیب باقی رو هم آماده میکنیم. یه سوال برام پیش اومده. جانت بیبرم، میگم این همه آرد و برداشتی تمدار کردی و با قول معروف هم داری کارت انجام میده، اگه آرد زیاد بیاد بعد این آرد چی میرزی دور چیکار میکنی؟ به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. این آرد دور ریختنی نیستش. اولا که هر چند تا تیکه از این مرغا رو که باهاش پولکی کردیم بهتره که آردمون رو علک کنیم تا اون گله گله هایی که به واسطه آب یخ داخلش ایجاد شده ازش برداشته بشه و به روی مرغمون نچسبه. در نهایت وقتی که همه رو قشنگ درست کردیم چیکار میکنیم؟ اینو صافش میکنیم با علک. خب میریزیم توی شیشه، شیشه رو توی یخچال نگه میداریم برای سری بعد. اوکی. قرار نیست که دور بندازیمش عزیزم یا دور بریزیمش.
به به. چند بار که این کارو انجام بدید دستتون را میفته. فقط وقتی که مرغو میندازید داخل آرد ولش کنید. یه خورده این کار کثیف کاری داره دیگه، متاسفانه آرد بازی همینه. میپاشه به همه جا ولی نتیجه کار عالیه. آبتون حتما یخ باشه، چون به واسطه سرد بودن آبه که این پولک ها توی روغن با تغییر دما باز میشه و فلس فلس میشه. الان اینجا نگاه کن، توی این آرد یه گله هایی هست. من توی این مرحله 3-4 تیکه رو پولکی کردم، آردم رو صاف میکنم تا کیفیت کارم رو خراب نکنم. خیلی مالی. با انگوش آروم بهش ضربه میزنیم آرد اضافهش ازش جدا بشه. چقدرم خوشگله. این کار رو با قارچ، سیب زمینی یا هرچی که دلتون خواست میتونید انجام بدید، حتی با رون مرغ. الزامی نیست که حتما سینه یا فیله مرغ باشه، برای ماهی هم خوب میشه. این هم از این. برو بریم ادامه قضیه رو. برای سرخ کردن تیکه های مرغ سخاریمون باید ظرفی رو انتخاب بکنیم که داخل روغن اون تیکه ها شناور باشه. پس ظرف بزرگی رو انتخاب نکنید، خیلی هم کوچیک نباشه که مرغ توش جمع جور کنه، خودشو بازی داشته باشه. حالا من تا جای روغن میزم که روی مرغم رو بگیره و اجازه میدم که به یه دمای مناسب برسه. دمایی مثل زمانی که میخوام یه کتلت سرخ بکنیم، نمیذاریم خیلی داغ بشه چون اونجوری روی اون مرغا سری برشته میشه ولی خودش مغز پخت نمیشه. تا روغنم داغ بشه یه چیزی رو بهتون نشون بدم. اینایی رو که میبینید قرار نیست سرخ کنیم. خاطرتون هست گفتم بعد از هر 3-4 تا تیک مرغی که داخل آرد و آب پولکی کردیم حتما آرد و علک کنید ببینید چی از توش در اومد. همینا باعث میشه که کیفیت کارمون بیاد پایین. پس هر 3-4 تا تیکه بعدش آردتون رو علک کنید. خب روغن هم کم کم داره داغ میشه. تا من برم اون تیکه های مرغ پولکی رو بندازم داخلش تا اساسی سخاری بشه. برای اینکه تیکه های مرغ پولکی شدمون به دمای محیط نرسه، هر چند تا تیکه رو که آماده کردیم میاریم سرخ میکنیم. بعد به حال فرصت تا اینا سرخ بشه میریم سراغ آماده کردن بقیهش. خب یه چیزی رو هم بهتون بگم، حتما قبل از اینکه بذارید داخل روغن مجددا یه چند تا ضربه ریز بهش بزنید که آردی توش نمونه. دقیقاً باید همین حالت رو پیدا کنید. شعله من متوسط رو به پایینه، بالا سر کار بمونید. نیازی هم نیست که برش گردونید چون قشنگ داخل این روغن شناور همه جاش سرخ میشه. یعنی میشه تا قد و تا این آماده بشه؟ چرا نشه، نگاه کن ببین. وای خدای من، سریع داده رنگ میگذه. مرغای پولکی مثل اون مرغ سخاری هایی نیست که با پودر سخاری درست میکردیم، خیلی برشته و تدایی و اونا نمیشه. اینجا نگاه بکنید، در همین حدی که این پولک های روش خودش رو بگیره کارش تمومه. میذاریم داخل یه ظرفی که روغن اضافهش چکیده بشه و سری بعد رو آماده میکنیم میندازیم توی روغن. حتما هر کدومو که میخواییم بندازید توی روغن قبلش پولکی کنید. پولکی نکنید بذارید کنار چون از اون حالت خودش خارج میشه. این آماده است و کار ما اینجا تمومه. باقی رو هم به همین روش آماده میکنیم. خوشبختی یعنی واقف بودن به این که هر چه داریم از رحمت خداست و هر آنچه که نداریم از حکمت اوست. احساس خوشبختی یعنی همین. خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست.